و این کلات رو با میکنم روکش خود نزه باشن بگیم باشنان برده آف خوبی؟ سالمی؟ طوری تشو؟ فقط یکم نفسم چیزی نیست بیا یکی فو گرفتم خدا رو شد ناغافل بردن پیدا میشن دیگه از این آمردا زیاده یکم دیگه رفتش چیزی نیست چیزی نیست حالا خوب میشی یه مداره که تو این کیف داشته و اگه برده بودم بیچاره شده بودم خدا رو شد خیلی ممنونم ازت دست درد نکنه چرا تم بابا لطف کردی تو رو خدا بگو بابت این لطف چی تقدیمت کنم بی خیال بابا حرفا چوب میزنی واسه پولی کنم نکردم که بی خیال برو خیالت راحت تعارف نکن تو رو به خدا تعارف نمیکنم بابا مشکل نداره خدا رو شکر که همه چی سالمه برو شغل چیه ما برداست دایی ما دایی چی کاره هست دایی چیزه ایناست که پزشکه پزشک تیم ملیه تو ملی تیم ملی فوتبال نه پرورش اندام اینه که بازو میگیرن ترافیک عضله و رگ و اینا یعنی پزشکم نیستا دستیار دکتر از این چیزا میماله خیلی خوب مطمئن چیزی نمیخوای چاکریم چی شد الان دنبال چی میگه خب این کارت شرکت منه ما دنبال چند جوان با جربوزه و قابل اعتماد میگردیم اگه دوست داشتی سری به من بزن آقا مالک خودتی مالک چبوری آره شاید اونجا بتونم جبرانی بکنم چاکراتم هشتی هستی میتونی رو مندگی کنی؟ آره بابا برو خدا فرست میخوام بینم همینجا شکرم اینجا سلام سلام بفهمید آقای مالک جباری رو میخواستم خیره خیره نیست نه فامیلیشون جباریه اگه کارت ملی هم بخوام نیبردم باید دارم بردارم بیارم نمیخواد دست منه آقای جباری بعدم تلفن میکنم خواهش کنم بله مهمون دارین آقا سلام بس سلام کوروش مخلصم این همون جوانی که تعریفش میکردم چکرین اون سوپرمنی که سر اون دوزار بی کلا گذاشت شما این؟ نه آقا من کاری نکردم بخوام ماشالله ماشالله شاکریم به هر حال خوش اومدی زنده باشی سرکاریه دیگه سرکاریه چی؟ همین کار و شرکت و استخدام و اینا پچال گیر آوردیم هیچی نیست اینجا سرکاری برای چی؟ ما تازه اومدیم اینجا اساسی همونم تو راه انقلیم که برسه آها از اون نظر نه اتفاقا خیلی هم به موقع اومدین ماشالله داشت اگه منظورت هم مالیه من نیستم خنک یعنی اینجا خنکه آی جباری دقیقاً کارتون چیه اینجا؟ کار من کشف جوانهای با استعدادی مثل توه در اصل با روی جوانها سرمایه گذاری میکنیم چند روز که اینجا بمونیم متوجه میشیم و داریم چی کار کنیم در اصل اینجا یه مؤسسه خیری است ایوالا بابا آکروش بیرون که داری میری از منشی یک ورقه استخدام میگیری پر میکنی تا فردا بدن برای تایپش کنن یعنی استخدام شدم تمام شد رفت به کارش؟ استخدام شدی اوه خیلی مشتی هستی نه به شما گم چشم با اجازه تون آقا هما آقا هما این با اجازه خدافز خدافز همین بقیر بسرش خب بفرمایید که نظرتون راجع به این آقا کروش که من پیدا کردم چی بود؟ مساعده نه؟ حالا ببینیم میبینیم از کتا پول افتادم سلام بفرم نظر اومیز چرب جاش میمونه خانم کیسه داره چرب چیه؟ اه. آقای جباری کارتون داره روی چشام آقالی اینا رو توس کنم امینم چیکارم دارم بفرمه چی هست ساله؟ پزای بیرون دیگه خانم حد دستپخت مامانامون بهتر نیست ولی خب به اجبار میدیمش پایین تو هندقه بلا در امر خیر حاجت به استخاره نیست آجزه خب بله درست میفرمایید شما اما اگر قرار باشه که ما زیر پرابال این جوانا رو نگیریم که نمیشه که آها از اون نظر میگین انشالله که همه مثل شما فکر کنن ما هم راضی مرزای خدا نه دیگه عرضی نیست خداحافظ شما خب چطور بسر؟ الحمدلله خوبم امری باشه اگه درست یادم مونده باشه اون دفعه که دمت گفتی که دایی با این قهرمانای تیم ملی توی پرورش اندامینه داره کار میکنه داییم؟ آره
ها آره داییم، چطور مگه؟ آخه میدونی ما برای گسترش کارمون احتیاج داریم که از این آدمای معروف توی ورزش و هنر بتونیم استفاده بکنیم. اگه یک نفر از هر رشته رو بتونیم بیاریم واسه کنیم تو عرصه کارمون، مردم راغب میشن که بیشتر سرمایه گذاری کنن. میخوام ببینم میتونی از دایید بخواید ما رو واسه کنه به یکی از قهرمانای ورزش. تونستن که کار نشد نداره، ولی چیزه، من با داییم رابطه‌مون یه ذره با هم دیگه چیزه، میدونین شکرابه. اون که خوبه که همین فرصتی که میشه که رابطه‌تون با هم دیگه درست بشه. نه یعنی دایی من چش دیدن منو نداره آقا، ملتفت این که چی میگم، خیلی شکرابش چیزه. کوروش جان من یه آدم چقدر زندگی میکنه کم. خیلی خوب، انسان‌ها باید تو وقتی که زنده هستن با هم دیگه خوب باشن. میدونین آقا درست میگین آقا، ولی ببین اما و آخه دیگه بهانه است. بیا اینم حقوق ماهت. ایوال آقا، ولی همین یه ما نشد و اشکال نداره، میری یک دو دست کچاروارا خوب میخری، میپوشی، خودتو شیک میکنی، جوونی به خوشتی پی تو باید به خودش برسه. نه من این لباسا رو یعنی چیزه رفتم قرض گرفتم و اینا خوبم ها، اینو باید بذارم به کلی چاله چوله و اینا. رفتی بیرون به همانم بگو بیکارش دارم. ممنون آقا مالک. آقا جبری با اجازه. شمارا جا کردی دو رو گفتی بابا. ای پاک منکم بابا، چه میخواستم کارش به این جا میکشه؟ خب برو راستشو بگو، خیال خودت هم راحت کن. منو تو رفیق منی و داییم نیستی ها بابا. آخه تو چاخان کردی من دستیار پزشکم، من به زور تو این باشگاه وزن جمع کنم نیستم، تازه اگر زیرا بامو نزنم. ای تو این مدت فقط مغز منو خوردی، با هیچ کدوم اینو رفیق نشدی؟ چرا؟ ولی همشون که تو تیم ملی نیستن. خب کدومه؟ اینی که تو تیم ملی کدومه تو باشگاه تری؟ با مربی باشگاه جبلی همه بیشتر، یه چند باری بهش موتورم قرض دادم. چه بهتر بهشم بگو کار خیره، نه توش نمیاره. چی هست داده این کار خیر؟ بابا اینا یه شرکتن به اسم مخترعان گستر، میرن جک و جوانای مخترعانه که اختراع میکنن، پیدا میکنن روشون سرمایه گذاری میکنن، بعد که به تولید انبوه رسید به اون سودم برسونه. یعنی میگم بیا سرمایه گذاری کنه؟ نه بابا پچل، یه همین کاپ و مدالش ورده بیا چهار تا عکس با اونا بگیری کافیه. میخوام بگم اینجا بوده، اعتبار میخوان کسب کنن دیگه. این وسط چی گیره من میاد؟ پشمک میگم کار خیره، میگه چی گیره من میاد؟ حلقم کبیر شد بابا، برو بپوش بریم بیستی بخورم، تشنگی دارم میرم. ندیدی وزکو این هر واسه خودم رفتم چیز نیست خرج کردم برای شرکت گردن کلفتم، بعد همه بو میده ها. برو دیگه بزن دستا رو کش بالا قشنگ خوبه. من این شده دیگه. بله بفرمایید. به وقت شرکت مخترعان گستر. بله برای مشاوره اومدیم، در خدمتتون هستم. بفرمایید. آقا همایون مراجعه کننده داریم. بله بفرمایید. سلام. ببین سلام خانم، 300 دفعه که سلام نمیکنن، یه بار صبح سلام میکنن، یه بارم عصر میگن خداحافظ. دقیقا تو اتاق مشاوره چیکار میکنین شما؟ این بدبختی که قرار سرمایه‌گذاری کنه میریزین رو مغزش نه؟ قشنگ تیلیت تیلیت تیلیت؟ بله. راستی نهار چیه؟ خانم خواهش میکنم، استدعا میکنم راجع مسائل مهم شرکت با من حرف بزنی. مسئله پیش پا افتاده رو ولش بکنین بره. مثلا چی؟ مثلا اینکه نهار چی داریم و نپرسین از من. این چه بازی تو مخیه خانم؟ فکر کنم شما رو به خاطر نمک زیادتون استخدام کردم. به نظرم بی تاثیر نبود. ایشون همون آقای کوروشی هستن که خدمت رو عرض کردم. خیلی شکرم. که تو تیم ملی آشنا دارن؟ بله. دایی ایشون تو قلب تیم ملی هستن. البته تو تیم ملی پرواز اندام اختیار دارین آقا، دست کم گرفتیم ما را، کلی آدمی. بله یعنی میتونی همه تیم ملی رو بیاری اینجا دیگه؟ نه رفتم پیش شرفامو زدم، آقا نگام نمیکرد. به جون خودم کلی دیگه معذرت خواهی و گفتیم نوکر تیم چاکر تیم همه این حرفا، التماس درگیر همین داستانا بودین دیگه. امید اومد تو. امید؟ امید جبلی دیگه، با قهرمان کشور اومد قیافه دایی ما رو دیدیم اینجوری و اینا، گفتش که آقا بیا جلو دستکشون و فهمید داستان ماجرای قهر بودن و فلان، کشیدش جلو من بمیرم تو میری و اینا. آشتیمون داد که صورت ما رو ماچ کنه تا یه مام تو عمل انجام شده قرار گرفت. حل ماچو کرد. خوبه خوبه، پس با این حساب موضوع اومدن آقای امید
جبلی رو باید درست شده بدیم ها؟ یه کار باز بکنیم. باور کنین یک لحظه دست از کردن مساویه با یه اون پشیمون. این مجوزی که ما بعد از 5 سال دوندگی تونستیم بگیریم هنوز به یه شرکت دیگه ندادن. این که سرمایه از شما باشه و کار از ما. حالا این وسط یه مش جوون مستعد که یک چیزی رو اختراع کردن و جایی برای ارائهش ندارن به یه نون و نوایی میرسن. چجوریه؟ یعنی باید سهام بخریم؟ دقیقاً. پس قرارداد رو ببندیم دیگه. قرارداد؟ چه قراردادی؟ ایشون قدم رنجه میکنن، تشریف میرن اینجا، عوامل هم باشون یه عکس تبلیغاتی میگیرن. اصل ماجرا نفس عمله. باید اینو براش توضیح میدادی. البته ما یه هدیه براشون در نظر داریم، خیلی راحت باشه. گفتم آقا، همه این حرفا رو مو به مو گفتم. مالک ایشون اصلا خودش وارد سیستم شده؟ هنوز نه. میخوام بهتون بگم همین الانم دیر شده. شما فقط به آینده این مسیر فکر کنین. به تعبیر من این اتفاق بزرگ مثل حرکت یه قطار میمونه. این قطار تا زمانی که سرعت نگرفته باید سوارشین، وگرنه دیگه هیچ وقت به گردش هم نمیرسین. آره خب، سواری با قطارم که چه ترتریه. منظورم اینه که حال خودشو داره. کوچکترین سرمایه تو این پروژه میتونه حرکت بزرگی ایجاد کنه. قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود. از قدیم گفتن قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود. شما اگه تو زندگی آدمای موفق و ثروتمند جهان سرچ کنین، میبینین که اونا هم دقیقاً از همین نقطه شروع کردن. یعنی چی؟ یعنی سرمایه گذاری روی پروژه‌های بکری که تو اون مقطع زمانی برای عموم قابل درک نبوده. خب، میفرمایید حالا باید چیکار بکنیم؟ پس الان بهترین کاری که میتونی بکنی اینی که پیگیری کنی تا این قهرمان ما قدم رنجه کنند، یه سری بیان دفترمون. به قول و قرار دایی مطمئنی نه؟ دایی؟ ها اون که بله، بله زیاد. نکنه یه وقت بعد قولی کنه نیاد. نه دیگه، بنده خدا خیلی قلب رعوفی داره، مخصوصا که دیگه آقا امیدم با اون بدن اومد پای درمین میکرد و اینا دیگه حل شد. آقلی دیگه بیا. چیه؟ شرطم آقلی. آقل جونم آقلی. چیه؟ قربونت چشات آقلی. اجازه بده من حرف بزنم. کلا رو نگاه. چی دیگه رو ببین. پیرن یکیش باشه. اجازه بده. من بذار حرفام بزنم بعدش شما بگو. ببین قربون دارم آقا جبلی داره میاد. آقا جبلی کیه؟ همونی که پرورش اندام داره ماشاءالله، تیم ملی قهرمان، مدال طلا، کاپ، ترافیک عزله. گوش بده من. باز شیرینی بخری. میری شیرینی خوبم میخری آقلی. از این خوشکا که سوراخ داره. منو ببین. در نرو. سوراخش دو تاست. این پاپیون به هم دیگه تنیدن. نری تر بگیری یاروش همجی خامه و ترتره بالده. آخه نداره. گوش بده من. سینه بده من. پول بگیر. میری شیرینی خوب میخری. برو موتورم بگیر. آقا گلی آقا دمت گرم. سلام آقای جبلی. سلام. تو رو خدا تا مو برگردم جایی نشین. با تو یه کار خصوصی دارم. خانم مثل تو قوی بگم، حالا اون یکی گی بگیرم. الانم شادم شماره شیرینی. خداحافظ. خداحافظ. ببخشید خانم جباری، من کجا باید عکس بگیرم؟ بیرون بگیرم؟ اولا جباری یکی دیگه است، من داوودیم. دوما بیرون به چه دردم میخوره؟ من میخوام توی این شرکت عکس بگیری. بابا ماشاءالله قهرمان جهان، بزن کف قشنگارو بزن. آقا سلام علیکم. ماشاءالله منم دستش میخوره، دستش درد بگیره. خوش اومدی. بفرمایید بفرمایید بفرمایید. ماشاءالله شما بفرمایید. بشین بشین، با کارت دارم. تیکر کردی تو دیوانه. چون تو ترسیدم، گفتم پشیمون شده نمیای اوله سیاتمون میره. اول پشیمون شد، اینقدر رو مخش راه رفتم، گفتم رفیقم ال میشه بل میشه، شغلش از دست میده تا آخر مخش از دست اومد. نمت کم مشتی هستی، خودم بی سرمایه‌گذاری کنم، پول خوبی توشه. آخه خیلی گل، من پولم کجا بود؟ پول نمیخواد، با تو بگو 100,000 تومان. این خانم آقا جباری میگه قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. الان یعنی داری خرم میکنی؟ هر کدومه بابا، دیوونه دوست داری به اتاق مشاوره؟ آقا همایون میگه این قطاره وان نمیسه ها. کدومه تا؟
بابا قطار خوشبختی متخصص مشاور است. یه خوشبختی مثل قطار اینقدر تون میره ایسکا نداره تو واسه بری لکولک سوارش بشی که باس بودای دنبالش فامیلی قوم اینا. خانم صفی، خانم صفی، یا قوم این فامیلی چیه؟ کدوم همایون؟ صد تو همایون دونه همایون بقال سر کوچه همه آقا همایون خودمون دیگه مشاور است. آها آقای صدری، همایون صدری. چکرم لطفا یه نگاهی بینه من دازید. البته ما اینا رو قبلا به تولید انبوه رسوندیم. تو این 5 سالی که رو این پروژه ها کار کردیم واقعا لطفا تلفن رو بس نکنید. عوض شده. خدا خیرتون بده. ایشالله که بتونم تو این قضیه یه حرکت مثبتی انجام بدم. خب کجا بودیم؟ حواظ برادم نمیزدن که به هر حال امیدوارم که این کار توشهی بشه برای آخرتمون. انشاءالله. و یه آدم باید تو زندگی چیچاشو ببنده و گذشت داشته باشه. امیدوارم همینجوری که شما فکر میکنین باشه. میبینین که تو جلسه هستیم عزیزم. خیلی ببخشید. آقای رشیدی پشت خطن، برای فردا قرار با خانم سارا خوینیا جوابشون رو چی بدن؟ بس کنید، بس کنید. حتما. ببخشید. منظورشون هم بازیگر معروف هستن؟ بله، درست حد زدین. الو. سلام آقای رشیدی گل. بعد در خدمتم. خانم خوینیا تو رامسر مشغول بازی در فیلمن؟ به 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 چه افتخاری برای ما. سلام بنده رو خدمت ایشون ابلاغ بفرمایید. نخیر آقای رشیدی، خواهش میکنم ایشون هر روزی که وقت داشته باشن، هر ساعتی حداقل برای یه چای خوردن در خدمتشون باشیم. متشکرم. واقعا سلام من خدمت ایشون ابلاغ کنید. قربان شما. خدافظ. میدونید که مردم رو آدمایی مثل شما، خانم خوینیا و آدمای معروفی حساب دیگه ای وا میکنن. لطف دارین. ایشالله که رو سفید بشم. یادمه بچه که بودم همیشه با خودم فکر میکردم باید یه روزی به جایی برسم که به بچه های مثل خودم کمک کنم، دستشونو بگیرم. یعنی شما مختره بودین؟ من؟ نه جناب چی بدی؟ چه حرفایی میفرمایید شما؟ منظورم احساس مسئولیته. ما باید نسبت به همدیگه تو زندگی مسئولیت داشته باشیم. اینطور نیست. لبخند؟ ممنون خوبه. یه زنی مرتر. نبوریت که گلوشو بده دیگه. از راضیه جقا بل کن جون کروش. اومدی با ما گپ بزنی یا اومدی حال ما رو بگیری؟ دیدم گیر نمیدی به سرسامون گرفتن ما. گفتم بپرسم ماجرا چی شد. تو که میدونی چرا میپرسی؟ همینجی کتره یه چیزی گفتم نمیخوای بگی نگو. باباش دبه در بود. گفت تا نری سر یه کار درست و درمون از راضی خبری نیست. منم تا اومدم یه شغل درست و درمون پیدا بکنم دیدم عقد پسرموش منم شدم سنگ روی یخ. گفتم پچالی اگه پول تو جیبت بود بابای دختر یالغوزمه ها باید برخورد نمیکرد. دو تام تو سرت نمیزد. خدا بیامرزه باباتون. میگو این کروش عقل تو کلش وجود نداره. دقیقا خدا بیامرزه سر این قضیه اشتباه میکرد. تو اگه عقل تو کلت بود که وضعت این نبود نادون. اخن پچور تمومه رسیده موش. بازم پولا رو کوت کنم. جون تو مهران نشستم جلو نلم چون باتون زدم گفتم جون خودم ننه واسه یه خونه میخرم سر تا تاشو نتونی پیدا کنی. این تلویزیون رنگی گنده ها میگیرم عینه اون پرده سینما از این تیر تا اون تیر. سر بازی جام جهانی هم خبرت بگم بیا بشینی پوست تخمه ها رو جمع میکنی ولی پا میکنم تو دهنت. بابا بیا پایین. بابا دست و پات میشکنه. باز رفت تو ستاره متره ها. تو فقط میتونی به اندازه ارتفاع این ساختمان خیال پردازی کنی. تمام مواردی رو که براتون توضیح دادم توی فرمی که الان میدم خدمتتون کامل بهش پرداختیم. یه لحظه اجازه بدین. فکر کنم تموم شده و یادشون رفته برای من بیارن.
الان میارم براتون. خانم یوسفی، این فرمایی که قرار داماده کنین کش. آقا کورش رفتن از چاپخونه بگیرم. دیروز قرار داماده باشه. من جواب مراجعینو چی بدم؟ بگم اینقدر بی دست و پاییم، چهار تا فرم نتونستیم آماده کنیم؟ من بی تقصیرم. خب شما باید پیگیری کنین. منشی که فقط تلفن نباید جواب بده. شما خلقتون از جای دیگه تنگه، دارین سر من خالی میکنین. خیلی پر رو این خانم. کوتاهی کردی به جایی که بگیم معذرت میخوام ناراحت میشی؟ چی شده مایی؟ به به. آقای شلمان. حالا هم نمی اومدی. شلمان خود یه جد آباده. درست حرف بزن. حرف دهنتو بفهم. چی آقا جان؟ برو بینم. قوره نشده مویز میشی. چته یابو برات داشته؟ تو چته؟ فکری گندلاتی نه؟ زور تو ضعیفتر خود میرسونی؟ به من بگو تا باید بگم زرنگ کجایی. نگاه کن من دارم با تو حرف میزنم. به من بگو تا حالی تو کنم. دلش کن! جنجال رو انداختی؟ شرم و من آقا همایون، ما همه تا هدفون یک چیزه، گذشت، فداکاری، ایثار. اینجا واسه خیریه است؟ چی فکر کردی؟ مگر سر خانم ببخشید، خانم خوینی ها؟ خواهش میکنم، بله دقیقا همینطوره. فکر خانم خوینی ها بفرم بشم. خواهش میکنم. متشکرم. یه چی این آقای دنده چپ باشده اومد به ما گیر داد. چرا خوابیدی؟ من کلن تو کتم نمیره آقا. یه دعوای جزئی بود، چیزی نبود که کلش همین بود. آخه من به تو چی کار داشتم؟ آقا من پاشدم رفتم اونجا، دارم از خانم یوسفی سوال میکنم. این آقا طبق معمول خودشون خود عراشی میکنه. بگو به تو چه؟ خانم یوسفی هم شلمانه دیگه. نه بس دیگه، این آخرین باری باشه که با هم دعوا میکنید. بابا صبر داشته باشی، نسبت به هم دیگه مهربون باشی. ولی چجوری میتونیم به دیگران یاد بدیم که با هم دیگه محبت کنن؟ آقا جباری. خیلی خوب. تو برو. با اجازه. عینک تو. مامو. گفتم بی برو برگرد اخراجی. من شهر هرته به این سادگی ها که نمیتونم بیرونم کنم. ولی عجب مشتی زدی بهش. کار خیلی خوبی نکردم. همش تقصیر توی کرد بی سر و پایی رو میدی تو این دفتر. میشه بگی به چی میخندی؟ از اینکه ازش کتای خوردی خندم میگیره. آقای هارتوپورتیان. ببین، هیچ کدومتون قد من تو این قضیه استرس ندارین. رو اعصابم رو نرین. این بارو میگذرم. اما اگه دفعه بعد این پسر بخواد به پرپای من بپیچه، باید اخراجش کنین. خیلی خوب، بهتری موضوع رو تمام بشم دیگه. قضیه این وامه چی شد؟ مدارکش آماده شده، این روزا پرداخت میشه. همایون، خواستی کلاس مشاوره بذاری؟ یه اینک دودی بزن. اون بادم جونی که زیر چشمت کاشته داره یک کبوتر میشه. جون مهران نگاش کردم گفتم به شیست در جا جوجه یه دونه میذارم تو صورتت، یعنی اگه دیر رسته بودن یه بلایی سرشون اوورده بودم ها. تو این مرد که بفهمه یه من باز چقدر کره داره. حواست دوبار ها؟ آره، ولی یه چیزی برای من سواله. چی؟ این که اگه همایون با آقای جباری شریکن، چرا تو رو اخراج نکردن؟ بیا وقتی میگم عقلت به چیزایی میرسه که به عقل جن نمیرسه، این پچلو چشات نزدیک میکنی من نگاه میکنی. نه جون کوروش بهش فکر کردی؟ آره معلومه که فکر کردم. بهتر از من کیو پیدا کنن؟ احتیاج دارن خوبه. چه جوریاست؟ میشه یه جوری بگی منم متوجه بشم؟ آره یه جوری میگم تو بفهمی. همین جبلی رو. اینا من دارن دیگه، کی دارن پس؟ صبر کن ببینم اونو که از من دارن. نکنه الان شبا خراب بشه خونه من به خاطر این ماجراست. پچولیا، دیوونه ای؟ تو رفاقت من اینجوری شناختی؟ یعنی توف تو رفاقتت اگه رفاقت من اینجوری شناختی. توف. حالا جوش نیار بابا. ولی یه جای کار میلنگه. شلوک هومز بازی در نیار دیگه. با من میگم تو اون شرکت این آچار فرانسه کار میکنم، این بنز
همین خود تو واسه رو برای من میگی اونجا چیکاره‌ای؟ یه ذره منمن میکنم. یعنی میگم من تو شرکت همه کارم و هیچ کاره. همین خانم یوسفی از منشیه. چند بار واسه جلوی چشام نگاه میکرد گفت آقا کوروش شما نباشی اینا باید شرکت تخته کنن، تعطیل کنن، برن دنبال بازیشون. بعد ببینم تو بهش چی میگی؟ چی میگم؟ میگم چوکریم. قربون شما، اختیار دارین. همه چی میگن اینجوری موقع؟ من همین میگم. حالا یه سوال ازت بپرسم، حقیقتو بهم میگی؟ معلومه که میگم. عاشق شدی؟ چی؟ همین که شنیدی، این منشیه تو گلوت گیر نکرده؟ اصلا به قیافه من میاد عاشق شم. من گور ندارم که کفن داشته باشم. همین، برام سوال شده بود. آخه چیزایی به ذهنت میرسه، یه سوالایی به ذهنت میرسه. واسه زن نمیگیرم. یه قرار باشه بگیرم زبونم لار پچ بخوره تو سرم. کلم بره زیر تریلی یه روزی، فرض محال، روم به دیوار. زنم این شکلی نیست، یعنی بعد برداشت نکنی. این زنه که کار میکنن اینا اصلا تو تیپ فکری من اینا نیست. بنده خدا دختر خوبیه، دختر خانومیه، ولی خیلی تو سلیقه من نیست. میفهمی که چی میگم؟ تو الان داغی، نمیفهمی چی داری میگی. ولی من تو رو از خودت بهتر میشناسم. مبارک باشه آقا، به پای هم پیر بشی. اول ما نوبتی هم باشه. نوبت منه. خب نه یه خونه میمرته لبخند بزنی. سلام سرگرد. سرگرد پرونده ای رو در اختیارت میذارم در رابطه با شرکت محترم گستر. شاکی های زیادی داره. بله. نه مجوز فعالیت نداره. میخوام دقیق بررسی کنیم نتیجه رو بهم بگی. بله قربان. گواری این پرونده رو میرسیم به سرگرد رحمتی. میگه هر چه سریعتر نتیجه پرونده رو بهم بگه. حتما، امر دیگه نیست که. به سلامت. این کیه؟ منشی شرکت من. بدبخته مثل من، کاری نیست. اونم یه مال بخت است. مطلب دیگه نیست بخوای بگی؟ من هم مثل بقیه سرم کلا رفته. با به خدا من خودم هم شاکیم آقا. من چه میدونستم؟ نگام کردن گفتن شرکت خیریه است و اینا. من هم بیکار بودم. خب شما جای من قبول نمی کردی بری سر کار. چه میدونستم سر کاری؟ میدونی توی این مدت که به اصطلاح شرکت دایر بوده چقدر از مردم بیچاره تلکه کرده؟ نه حسابای مالی شرکت دست خود جباری بوده زنش. یه کوچولو هم صدری. من رو هم خبر نداشت از حسابای مالیشون. با تعداد شکایتایی که شده و وامی که با اسناد جعلی از بانک گرفتن نزدیک 20 میلیارد تومنه. یعنی توی این مدت یک بارم از خودت سوال نکردی که چرا شرکت با این همه جذب سرمایه دست به تولید نمیزنه؟ من بیخبرم. گفتن چند تا اختراع دارن، یعنی رون اختراع سرمایه گذاری کردن، اونا داره به تولید انبوه میرسه. حقوقای ما رو میدادن. به جون مادرم من بیخبرم. هیچ وقت نشد کسی جباری رو به اسم دیگه صدا کنه؟ یا مثلا تو اتفاقی شنیده باشی؟ بگه اسمش این نبوده؟ نه، کسی با این اسم و مشخصات وجود نداره. من نمیدونستم. کی فهمیدی که قصد دارن شرکت رو تخلیه کنن؟ آقا باور کنیم بیخبر بودیم. پنجشنبه روزی شرکت تمام شد، کارمون رفتیم خونه، خوردیم به دو روز تعطیلی. بعد برگشتیم اومدیم دیدیم زرشک جا تر و بچه نیست. اینه پچ و لباس داده بودیم نگاه میکردیم. تو با کی؟ من با مرتضی رفتم. همین پسر عکاسه. آدرسی ازش داری؟ نه ندارم. آقا من میتونم برم؟ میری؟ ولی وقتی همه چی گفتی چیزی نمونده که دیگه بنویسم. سلام بابا. سلام. خوبی؟ آره. چطوری؟ خوبی؟ سلام.
خسته نباشی. ممنونم. آخه سلام. سلام، خوش اومدی. چی میل میکنی؟ چی میل میکنی شما؟ ما قبل شما سفارش. خب همیشه شما قبل سفارش. هشت ممنون. گرسنته؟ آقا بفرمایید، امروز چه روزیه؟ امروز چهارشنبه است دیگه. تو مگه؟ مامان فکر کنم بابا یادش رفته. من هیچی یادم نرفته. مطمئنی؟ بله. ببخشید من تلفن جواب بدم. بله. سلام جناب سرگرد، خسته نباشید. خسته نباشی امیری، بگو. میگم راجع به این عکس ها شما به نتیجه رسید؟ تو تمام عکس های دست جمعی آدم ها تغییر میکنن ولی اون خانومه ثابته. خب شاید کوروش دروغ گفته باشه. آخه دلیل نداره که دروغ بگه. ولی بازم با این حال باید بیشتر تحقیق کنیم. بله حتما. حالا من اگه موردی پیش اومد حتما شما رو در جریان میذارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. چرا تو فکری؟ چیزی نیست. تو این پرونده یه تعداد عکس هست که خانومی تو همه عکس هست. متهم اصلی پرونده اصلا وجودش رو انکار میکنه. مظنون مرده یا زن؟ متهم مرده. مطمئنم پسر با نقطه مجهول این پرونده یه رابطه احساسی یا یکم جلوتر داره. خیلی ممنون خانم دکتر، خسته نباشید. خواهش میکنم جناب سرگرد، راستی یادت اومد امروز برای چی ناهار اومدیم اینجا؟ بله، امروز ششم خرداد 1393، ششمین سال تولد امیر مهدی گل منه. آخ دونی رو گفتم بابا یادشه. بفرمایید. اینم چکه داره پسرم و اینم کادوهایی که من براش خریدم دوست داشته. مانش دست شما در تشکر کردید. بفرمایید. بفرمایید. قربونه برمی بوسته بیا. حالا اول چشمتو ببند، یه آرزو بکن تو دلت، حالا فوت کن. چه بلبشایی رو انداختن اینا. خبری از هویت جباری نشد؟ جناب سرگرد از عکسا که چیزی به دست نیاوردیم. هیچ سابقه‌ای هم با این اس توی بایگانی پیدا نکردیم. دلاوری رو بفرست دنبال آقای جبلی، خودت هم برو دنبال حقشناس و خانم خوینیا. بیار اینجا برای بازجویی. امر دیگه‌ای باشه جناب سرگرد. یه نفرم بفرست فرودگاه، ممکنه این به اصطلاح جباری از ایران رفته باشه بیرون. شاید مجبور باشیم که کارو به پلیس اینترپل بکشیم. آقای جبلی؟ بله. آقای جبلی؟ بله. که دو نفر رو شما کار دارم اونجا هستن. سلام، بفرمه. سلام، خسته نباشید. دلاوری هستم آقای جبلی. موردی پیش اومدی که دارد تشریف فرد بهمه داره. در چه ارتباطی؟ در مورد شرکت محترم گستر. خانم کوینی آماده این؟ بله آقا آمادم، بگیر. بله، بریم. صدا بفرمایید. دوربین ضبط بشه. حرکت. به هر حال من که هفته دیگه پرواز دارم، نمیتونه به خاطر من این کار بکنه. بیژن انتخابشو کرده ولی برام مهم نیست. فقط بهش بگو که آه من تو رو میگیره. کات. حل. خب بچه ها خسته نباشید. خانم خوینی شما هم خسته نباشید. ممنون بچه ها، شما هم خسته نباشید. سلام خانم خوینی، خسته نباشید. سلام، خیلی ممنون. سروان امیری هستم از اداره آگاهی. خواهش میکنم بفرمید. اینجا نمیشه گفت، تشریف بیارین اداره باهاتون صحبت میکنم. ببخشید موردی پیش اومده؟ در مورد شرکت مختران گستر خانم.
جناب سروان، امیری هستن. سلام، حال شما خوبه؟ خسته سلام. نباشید. خسته نباشید. در خدمتم. تشریف بیارین بریم اداره آقای. در چه رابطه‌ای؟ در مورد شرکت مختاران گستر. شرکت مختاران گستر؟ حتما تا حالا متوجه شدید که موضوع چیه. از اسم و رسم ما سوء استفاده کردن. بله دقیقا همینطوره. جناب سرگرد من اصلا باورم نمیشه. از لحظه ای که شنیدم تو شوکم. شما باورتون میشه جناب آقای جبلی؟ اون همه برو بیا، اون دفتر، شرکت، من نمیدونم برای یه کلاهبرداری؟ خب چرا یه کار آبرومند نکردن؟ بعضشون الان بهتر از این میشد. خانم با کار آبرومند که نمیشه تو چند ماه 20 میلیارد تومان پول درآورد. 20 میلیارد؟ در حال حاضر ما در ارتباط با شما با این مشکل بزرگتر رو هستیم. چه مشکلی؟ چجوری بگم، توی این ماجرا پای شما هم گیره، در واقع یه جورایی متهم حساب میشید. یعنی چی؟ به ما چه ربطی داره؟ بله متاسفانه، ولی جناب سرگرد من تا حالا پامو تو کلانتری نذاشته بودم. شما خودتون در جریانین، اگر الان دوتا خبرنگار من و ایشون رو اینجا ببینن، واقعا همه زندگی ما تحت شعاع قرار میگیره. چه آبروجیه؟ آش نخورده و دهن سوخته. آجه بله، این موضوع رو باید قبل از اینکه با اینا همکاری کنید بهش فکر میکردید. شما چرا این صحبت رو میکنین؟ کدوم همکاری؟ همکاری نبوده. به ما گفتن یک شرکتیه که قرار کار خیر انجام بده. من و ایشون هم پیش قدم شدیم متاسفم. دقیقا. بسیار خوب. آقای گوهری. بله قربان. آقای محمدی رو بگیم داخل. اطاعت. سلام علیکم جناب سر. آقا جون بگو شما چی دیدی و چی شنیدی؟ من تو دفتر بودم که اون جوان با اون آقایی که مشاوره میکرد با هم دعواشون شد. بعد خانم خوینی ها با صاحب شرکت تشریف آوردن و کلی سخنرانی کردن که خوب جای سرمایه گذاری کردین و این صحبت ها. ببخشید، زمانی که این پروژه به من پیشنهاد شد من احساس کردم مسیر درستی انتخاب شده برای سرمایه گذاری. و البته اگه شغلم اجازه میداد زمان بیشتری میذاشتم برای این کار، ولی خب متاسفانه نمیتونم. احسن، واقعا هنرمندن خانم. احسن. خانم خوینا ببخشید ولی من همه زندگیمو تو این شرکت گذاشتم، حتی ماشین زیر پامم فروختم، ولی خانوادتا خیلی به شما ارادت داریم. خواهش میکنم، شما لطف دارید. ببخشید، خداحافظ. جناب سرگفت اصلا اینطوری نبوده. سخنرانی چیه؟ اون آقا با همسرش اومدن سر صحنه دنبال من. درست لحظه وارد شرکت شدیم که یه عده داشتن با هم بحث میکردن. من فقط همه رو به آرامش دعوت کردم. آقایون به نظر من وقتی یه عده وارد یه کار گروهی میشن باید بتونن در هر حال و شرایطی به اعصاب خودشون مسلط باشن. البته ببخشیدا، نظر من اینه برای پیشرفت کار. و این یکی از اون کارهای گروهیه. من میفهمم شما چی میگید. از نظر من هم شما کاملا بی تقصیرید، ولی از نظر قانون شما متهمید. یعنی بازداشتی؟ در واقع تا سرانجام گرفتن پرونده. بله. عجب. هیچ راهی نداره؟ به خاطر وجه اجتماعی و اعتباری که تو جامعه دارید میتونید به غیر ضمانت آزاد باشید، فقط به یک شرط. ببخشید چه شرطی؟ اینکه در دسترس باشید و از کشور خارج نشید. باشه، من که مشکل ندارم. شما چی؟ اما من باید برم مسابقات مالزی. امیدوارم تا اون موقع پرونده با موفقیت مختم بشه. بیا تو امید. خسته نباشید جناب سر. ممنون. آقا الان از پلیس فرودگاه با ما تماس گرفتن. این جباری چند وقت پیش رفته ترکیه. دو روز بعد اومده ایران، اونم تنها. هویت اصلیش فرید صبحروانه. اینم عکسش موقعیه که پاسپورتشو چک کردن. تنها برگشته ایران؟ از زنش و همایون صدری چه خبر؟ الان خبری نداریم. پس با این حساب پولای مردم رو از ایران خارج کرده و دوباره برگشته. اگه هدفش پولا بوده باشه برای چی دوباره برگشته؟ امیری من فکر میکنم که باید این پسر رو آزاد کنیم. کی آزاد کنه قربان؟ کوروشو. صبح آزادش کن بره، بلکه بتونیم یه سرنخی چیزی در بیاریم. فقط گوهری رو بذار سایه به سایه مراقبش باشه.
میگم جناب سرگرد، ممکنه هویت واقعیش اصلا یه چیز دیگه باشه، شاید پاسپورتش جعلیه. احتمالاً با اسم سهروان وارد شده ولی با یه اسم دیگه برگشته ترکیه. اصلا چرا باید برگشته باشه ایران؟ خب شاید همسرش اینجا بوده برگشته ایران. تو بودی به خاطر همسر در میگشتی؟ آقا تو رو خدا منو وارد این بازی ها نکن، من خانومم خیلی حساسه. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. آقا جبه تو رو خدا گذشت کن. چی رو ببخشم؟ من نمیدونستم، من نمیخواستم برای شما اتفاق بیفته، برای شما مشکل پیش بیاد. اصلا خواهش میکنم آقای جبلی، آبرومو بردی، همه چی رو از هم گرفتی، له هم کردی. اینا کی بودن با من آشنا کردی؟ عمدی نبوده، خواهش میکنم گذشت کن آقای جبلی، گذشت کن. چی رو ببخشم؟ له شدم. من نمیخوام برو، نمیخوام ببینمت آقای جبلی، همه چی رو از هم گرفتی. نمیخوام ببینمت اینجا، وای نستا دیگه، همین برا پیدات نشه، برو دیگه، این برا پیدات نشه. سلام مرا، چی شده؟ مرا با تو هم باست دارم حرف میزنم. مرا باست دارم حرف میزنم. آخه لام اصلا من خبر نداشتم، من تو همین الان بازداشتگاه بودم، ولم کردن سراغ تو اومدم همین الان. اومدی ولی دیر اومدی. از همون روز اول میدونستم که یه جای کار میلنگه، ولی گوشت بده کار نبا. چون نمیفهمی، میگم روحم هم خبر نداشت ندارن چه غلطی میکنن. همینو میخواستی؟ که همه چشه کلاهبردار به من نگاه بکنن. ای بابا مرانه، اون جبلی جوون مردی کرد که پای من نکشید وسط. دمش کرد، مسابقه داره بهش گفتن حق نداری از رام دمش کرد، گن زدی به همه چی که رفته پی کارش. خیلی خب با من باش حرف میزنم، میگم تو شغلمو از دست بدم. من میگم بابا میگم تو هیچ گناهی نداری. خیلی خب شغلتم از دست نمیدی. نمیخواد این کارو بکنی، نمیخواد. فقط یه لطفی به من جون دلم، هر چی تو بگی. دست از سر من بردار مهران، حرف منو گوش بده، اگه قانون نشدی باشه بعد من گورمو گم میکنم. میگم برو پایین. نمیدونم پایین، برو پایین، حرف منو گوش بده. برو دیگه آقا جون. خسته نباشید. خوبی همون؟ گل محمد شمایی؟ بله. دلاوری هستم زداده آزوهی. بفرمایید، بفرمایید. چند تا سال ازت نفرستم باید من جواب بگیم. بفرم. نمو شرکتی که دوش کار میکرد. کدوم شرکت؟ شرکت مختران گستر. آه، اوشون همه حق و حقوق زایه بکردم. هرچی بگدیم آقا این چنده قاس حقوق امر حدین زیر بار نشان که نشان. هی امروز بگردم فردا بگردم. هی امروز بگردم فردا بگردم. تازه ایشان بگودم بیاد تو سود شرکتم شریک بگید. آقا ما بگودم برای من حقوق مردی، من سود چیکار بگونم؟ اون جباری گردن شکسته، اون یه بار ما رو ببرده خوش خانه، بگودم برای نظافت وی خانم فقط 20 تومن مرده، 20 تومن. گفتی آدرسش بلدی؟ آره بلدم، خوبم بلدم. با کی کار داشتی؟ خسته نباشید خانم، منزل آقای جباری همینجاست؟ نه، تو این ساختمون ما جباری نداریم. ببخشید، آقای سهروان. فرید سهروان. بله، اینجا بودن. اما از وقتی که خانمشون رفت تیمارستان، آقای سهروان هم اینجا رو جام کردن رفتن. فرمودید تیمارستان؟ بله دیگه. شما چیکارشی؟ من دوستشون هستم. چه دوستی که خبر از رفیقش نداره؟ بیچاره خانمش، یه شب دیوونه شد. پلیسی؟ آقا آقا قصد فضولی ندارم ها، پلیسی؟ فکر کنم پلیس بود. همون یادت از کجا شروع کردم؟ چه زود گذشت. آره احسان جون، اون ما که من سریال آینه عبرت رو بازی میکردم شما خیلی بچه بودیم. یادمه 6-7 سالم بود فکر کنم، معروف‌ترین سریال اون موقع بود. فکر نمیکردم یه روز با هم بازی شیم، تو فقط به خاطر تو. اون موقع من نقش سلطان بازی میکردم. آقا سلام. سلام. شما خوبه؟ جان. اینو بخون. چی هستی؟ بخونی میفهم. من زندگیمو تو اون شرکت باختم فقط به خاطر اعتمادی که به تو کردم. این تازه اولش. یعنی چی الان؟ احسان جان، میشه بدونم چه اتفاقی افتاده؟ آقا سفر، شیشه ماشین احسان رو شکوندن، این نوشتارم گذاشتن زیر برف پاک کن. شیشه ماشین احسان شکسته بودن؟ احسان سویچ شده من.
برای چی همو؟ سویچو بده به من، کارت نباشه. برای چی آخه؟ بده به من احسان جون، میخوام بدم بچه ها شیشه ماشین تو عوض کنم. شما چرا آخه همو؟ احسان جون شما امشب مهمون منی. حمید، حمید. بله. یه لحظه بیا اینجا، کارت دارم. هماین صدری، ماه چهره داوودی. آره داوودی. فقط ببین محسن جان، نمیخوام زیاد طول بکشه. بابا تو که این کاره ای که کاری نداره که لیست بیمارستانا چه میدونم پزشک قانونی، خودت که بلدی همه رو چک کن. حسن نباشه جام سر بود. آره آره من منتظر شما. خداحافظ. حسن نباشه جام سر بود. جناب سرگرد، این آقای حقشناس تماس گرفت، مثل اینکه مورد لطف شاکی ها قرار گرفته. میشد پیش بینی کرد. به این خانم خوینی ها و آقای جبلی هم حد بگین که مراقب باشن. میگم ای کاش براشون یه مراقبی میذاشتیم. نمیشه، حکم دادستانی لازم داره. دستت چی شده؟ این دستم چیزی نشده، این حلقم شکسته، بعد میخوام بدم تعمیرش بکنن ولی وقت نمیکنم. خب درش بیار. نمیتونم جناب سرگرد، با زندگی من بازی نکنین. خانم من انقدر که روی این حلقه حساسه با خودم کاری نداره. با اجازتون. الو محسن جان، ببخشید من دوباره مزاحمت شدم. یه لطف کن توی لیست دفاتر طلاق دنبال همایون صدری بگرد. آره ممنون. من باید زود برگردم. خواهشان این آخرین باره باشه منو میکشونین اینجا. تو فکر کردی من بیکارم با تو قرار بذارم؟ چاره ندارم، دست خودم باشه، اصلا نمیخوام ریخته نکرت تو ببینم. بعد ماجرای شرکت من یه شبم خواب درست حسابی نداشتم، همش دارم کابوس میبینم. من که گفتم به هیچ کس هیچی نمیگم، حتی به الهامم چیزی نگفتم، فقط دست از سرم بردارین. همین ببین، به جای این نرم انقریبم بازی، فقط خوب گوش کن ببین چی میگم. اگه قرار باشه بیان تو رو ببرن و تو بخوای درباره من و زن سابقم و دوستیت با الهام چیزی بگی، یا گور خودتو کندی. من چند بار باید بگم که مدت هاست با الهام رابطه ندارم؟ چرا باور نمی کنی؟ چرا جواب نمیدی؟ کیه؟ الهام؟ شما از چی می ترسین آقا همایون؟ گیرم اصلا پلیس منم بگیره، اصلا گیرم بفهمه که من با همسر سابقتونم دوست بودم. آخه دست کی به شما میرسه؟ از چی می ترسین؟ من دقیقا از همین می ترسم که بیام ببرن تو راجب دوستیت با الهام کلی حرف بزنی که خیلی برات گران تمام میشه. قرارمون ساعت چند بود؟ خیلی دیر کردی. امیر رو الان همه چی سوار کردم، خیلی هم کلافه است. باشه منتظرتیم، پس بیشتر از این دیگه ما رو معطل نذار. خدا حافظ. میبینم خودتو حسابی برای شکست آماده کردی دکتر. تو میدون خواهیم دید. بله امیری. کجا؟ تیمارستان. بله چی؟ آها آها آها، باشه هماهنگ کن، فردا صبح اول وقت بینیم تیمارستان. نه نه نه، خدا نگهده. تیمارستان؟ بله خانم دکتر، آدم بعضی وقتا با دست کسایی که شکست رو قبول ندارن بره تیمارستان. پس مراقب خودت باش، شکست نخوری. گرموت وسطی هست.
بی خیال بابا مرد حسابی. من و تو قرار بود آدم ها رو دور بزنیم، تو منم گذاشتی سر کار، جای سلام و احوال پرسی نذاشتی بمونه. چه آبی چه آسیابی، پلیس در به در دنبالمه، جرأت نمیکنم تا سر خیابون برم یه پاکت سیگار بخرم. ببخشید میشه بری ببینی چه خبره؟ چیه؟ چی شده؟ طلبکارهای شرکت اینجان، سریع میخوان خائنیا رو ببر تو ماشین، من خودم زنگ میزنم. بدو. خانم خائنیا. دوچرشو که عصبی شده، چطوری و چرا نمیدونیم، انگار زمان براش ایستاده. چند باری هم شوک الکتریکی بهش دادیم تا شاید حافظه کوتاه مدتشو تحت تاثیر قرار بدیم، اما متاسفانه تاثیر چندانی نداشت، فقط از تشنجای ناگهانی جلوگیری کرده. احتمالاً داروی خاص یا مواد مخدر مسموم استفاده کرده باشه. تو آزمایش خونش هم مقداری مورفین دیده شده. خانم دکتر، من میتونم چند کلمه باشون صحبت کنم؟ البته. ممنون. سلام خانم داوودی. خانم داوودی، صدای من میشنوین؟ شما صاحب این عکس رو میشناسین؟ این عکس فرید صبح‌روانه، همسرتون، یادتون میاد؟ به نظرم بیفایده میاد جناب سرگرد. خانم دکتر، کسی که ایشونو بستری کرد این مرد نبود؟ نه، این آقا نبودن. مطمئنید؟ 100%. ایشون یه آقایی بودن حدوداً 40 ساله، با موهای مشکی و قد نسبتاً کوتاه. نکنه همایون صدری رو میگه؟ نه، گفت داودی هستم، برادر ایشون. دروغ گفته. مشخصات ازشون نگرفتین؟ چرا؟ ولی چند باری که بهش زنگ زدیم موبایلش خاموش بود. جانم علی جان، چی شده؟ آه، یه چند لحظه گوشی. آقا علی گوهریه، میگه کوروش رو گم کردن، دستور چیه؟ بگو برن سراغ رفیق کوروش، ببرنش اداره تومبیل سریع. علی جان، فورا برین دنبال مهران، ببریدش اداره. نه ممنون، خداحافظ. خانم دکتر خیلی محبت کردین، اگه ممکنه یه گزارش کامل از آزمایش ایشون برام فکس کنید. حتما، همین امروز میفرستم. مگه نگفتم دیگه به من زنگ نزن؟ نمیخواستم زنگ بزنم، مجبور شدم. همسر سابقتون الهام بهم زنگ زد. الهام؟ چی کار داشت؟ از شما پرسید. انگار همه چی رو میدونست. چطور ممکنه؟ مگه اینکه تو همه چیزو بهش گفته باشی؟ اون به هم زنگ زد. خب میگم چی گفت؟ نمیتونم تلفنی بهتون بگم. لعنت به تو. منم ترسیدم شما از چشم من ببینید. زنگ زدم که شما بیاید یا حداقل در جریان باشید. باید ببینم تو حرف زنی، ببینم چی میگی. نه تو رو خدا پای منو وسط نکش. تا یه ساعت دیگه بیا با من رامسر. میخوام ببینم از چیا خبر داره. خداحافظ. آه، چی شد؟ تا یه ساعت دیگه میاد. حالیش میکنم، حالیش میکنم که یاد بگیره دیگه با زندگی مردم بازی نکن. نمیدونم کار درستی کردم یا نه. میترسم. ترس چی؟ این تنها سر نخ منه که ثابت کنم بیگناه. لطفت فراموش نمیکنم. باشید.
دمت گرم. گریه نکن پسر. من میگونم، من به خود کاری نکردم. ببارم من میگونم. گریه نکن، گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. من عکس میرفتم، من فقط با تو هم پسر گریه نکن. من میگونم، من به خود کاری نکردم. امیری اینو ببر بیرون، هر موقع گریه شام شد. ببر. چشم جام سر. من فقط عکس میرفتم، من کاری نکردم به خود. من میگونم. من تا حالا فکر میکردم با یه کلاهبردار طرفم. ولی این جباری خیلی خطرناکتر از اون چیزی که فکر میکردم. به زن خودش رحم نکرده، دیوونش کرده، انداخته گوشه تیمارستان برای اینکه هم میدون به درش کنه. پسر گوش کن ببین چی دارم میگم. اگه زبونت تو دهنت نچرخه نگی که کوروش کجاست، ممکنه یه قتل اضافه بشه به پرونده کلاهبرداریت. مقصر اصلیش هم فقط و فقط خود تویی. میفهمی چی میگم یا دوباره بگم؟ شنیدی؟ شنیدی؟ بالای تلکابین بام رامسره. خب قرار بود داره اونجا با منشی همون شرکت قرار داره. من دلم شور میزنه. نگران نباش. میگم نکنه میخوای باهاش درگیر بشی. نه بابا تو برسه اینجا سه سود زنی میزنم سرگرد رحمتی بیاد. بعدشم نمیتونم هم تیه دست دست بکنم که. خب چرا الان زنگ نمیزنی به این سرگرد رحمتی؟ مهشید اگه نیاد چی؟ با زنگ زنم سرگرد اومده تو هم وسط ماجرا. خودم دستی جستی تحویلت بیدم. میگم کوروش نکنه چاقوی چیزی همراهش باشه منو بزنه. مهشید من پچولم بوغم مگه هواتو دارم خب؟ ببین من کلن از این مردک میترسم. یه طوری بود تو شرکتم که بود تعادلش دست خودش نبود. خیالت راحت بشه، دل واپس نباشه، حواسم هست. قیافتم درست کنم، بیبریم اونجا. بریم بشیم. برو. چند وقت کوروش رو میشناسی؟ بچه محل بودیم. تمام دوران ابتدایی و با هم سر یک کلاس درس خوندیم. پدرش چی کاره است؟ شرکت نفتی بود. خدا بیامرزتش. 7-8 سال پیش عمرش رو داد به شما. خیلی مرد نازنینی بود. طفلکی مادرش بعد از فوت پدرش دوباره برگشت شهرستان خودشون. خواهری برادری؟ 4 تا خواهر داره آقا، ولی هر کدوم ول کردن رفتن پی زندگی خودشون. قبلا اهل خلاف و اینجور چیزا بوده؟ من که یادم نمیاد، ولی ذاتش بچه خوبیه. فقط یه موقعای شر یه چیزی درست میکنه. الو کوروش توی؟ چی؟ امیدوارم کاسه زیر نیم کاست نباشه. شما اصرار داشتین الهام چیزی نفهمه، منم تا فهمیدم میدونه زنگ زدم بهتون. بشین. هرچی هم گفتم من بیخبرم، گفت داری دروغ میگی. گفت زنگ میزنه پلیس و منو لو میده. خب من نه تای پیازم نه سر پیاز. باید همون بلایی که سر محچه رو آوردیم سر الهام میآوردیم که اینجوری شاخ نشه برامون. خانم داوودی
چی شدن مگه ایشون؟ فوزولیش به تو نیومده. ببین الهام اگه بخواد منو لو بده دو شماره میتونه گیرم بندازه. همین الان زنگ بزن بهش بگو همایون میخواد با تو حرف بزنه. بجوم. نمیخوام زنگ بزنی. اصلا نمیخوام ایش کدومتونو ببینم. کجا؟ هنوز حرفم تموم نشده. دیگه حرفی نمونده. کوروش فرار کرد. تو واسه ماشین من میام. پلیس شما همینجا بمون، نمیخواد بره. بمون. الو سلام، من صدریم، از طرف آقای صبروان تماس گرفتم. بله بله، من الان تو فرودگاهم، چیکار کنم؟ باشه اومدم. سرگرد داره در میره. نه اینجا نیست، این ترمینال نیست، رفته سمت باند خصوصی. این پروازهایی هست، ما قپم کچولو ها خصوصی ها. من نمیدم سراغ رفیقم مهران، نه ایمد بیرون، نمیدونم چه شده. یا ها بلفز مهران داداش، مهران ببین آمازان رفیق، مهران قلط کردم، مهران قلط کردم. خوبی خود من رو نگاه کن، چرا داداش من رو نگاه کن؟ چرمان دادم که رفاقتم جز درد سر شخصت نداشت. خدا بشه که مثل اون آدم بود. من نوکرت هم حرف رسیم، همون خری هسته، همون خری هسته که هسته. الو اورژانس، آقا کمک کن، چاقو خورد تو فرودگاه، تو فرودگاه خون زیاده سرش رفته. الان تموم میکنه، تو رو خدا کمکم کنی. سلام. 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 امیری، سریع با بچه های برج هماهنگ کن، هیچ پروازی انجام نشه تا اعلام وضعیت مثبت کنی. پس من منتظر دستورتون هستم. بجون. ممنون. چرا وایسادی؟ نمیدونم، برج مراقبتش تو پرواز ما نمیده، اطلاعی ندارم. یعنی چی اجازه بود؟ خبر ندارم من، نمیدونم. این در چجوری باز میشه؟ آقا اجازه بدین. این در چجوری باز میشه؟ اجازه بدید. میگم این در چجوری باز میشه؟ ایس بی هرکه تکون نخور.
قشنگه. من یاد توپ گلف میندازه. میدونی که بلد نیستم عزیزم، خیلی هم دوست ندارم. باید یاد بگیری. این بازی آدمای بزرگه، اصلا بازی خود زندگیه. اگه زمین گلف و اجتماع و توپ گلف و آدم در نظر بگیریم، تو با هر ضربه‌ای که به هر کسی که میزنی یه بخشی از اجتماع رو دگرگون میکنی. در ذهن یادت باشه باید ضربه رو با قدرت و مناسب بزنی به جای درست تا موقع برگشت به خود آسیبی نرسونه. در ذهن ازش باد و فراموش نکن. پس اگه اینطوره ضربه آخر رو هوشمندانه و با تمام قدرت پس بزنی که هیچ کسی نتونه توپو پیدا کنن. میدونم اون ضربه که تو زدی محال ما رو بتونم پیدا کنم. آره من نقشم خوب بازی کردم، اما فعلا ازت توقع جایزه ندارم چون هنوز ضربه آخرم مونده. خودت که میدونی من عاشق جایزه دادنم. دیر زود داره صوت و سوز زنده. دیر زود چم فرق داره ببینم اون گله برای من آورده. بله برای آخرین بار میپرسم شماره مالک چنده؟ چرا حرف منو باور نمی کنی؟ بابا مالک با من تماس میگرفت، هر دفعه هم از یه شماره جدید. اون شماره هم که دادم بهتون. فکر کن ببین شماره جدیدی یادت میاد یا نه. جناب سرمان یکی اینجاست. یه نفر اینجا پیدا کردیم قربان. حالا شما خوب مادر؟ آب سعادت یه لیوان آب بیار. سرکار یه لیوان آب بیار بدو. کی شما اینجا بسته؟ آقای مالک. Okay. از صبح مادر نمیدونی کجا رفتن، چیزی نگفتن تو حرفاشون. ترکیه. ترکیه. سعادت شما اومدی این در باز بود یا بسته بود؟ ما اومدیم در باز بود. باز بود. دستور چه جناب سرگرد؟ بگیم راه ها رو ببندن. نه نه دست نگذارید. مالک آدم باهوشیه، ممکنه این خانم هم به خاطر گمراه کردن ما گذاشته باشه. فعلا باشی. بله اول. بله امیری. نه متاسفانه دیر رسیدیم، مرغ از قفس پرید. نمیدونم، هیچ ردی ازش نیست. تأسف شما به درد من نمیخوره سروان. از همایون چه خبر؟ حرفی تماس مشکوکی نداشته؟ ببین امیری دیگه هیچ وقتی نداریم، بترسونش، تشویقش کن، هر کاری که بلدی بکن، یه ائتلاف ازش بگیر. ائتلاف همایون به درد من میخوره، فهمیدی؟ بجم سروان، بجم.
دفتر گفت دستور چیه؟ با این خانم چیکار کنیم؟ فعلا تحت نظر باشن تا تکلیف مالک روشن شه. این خانم انتقال دادن. بله. سعادت، خونه رو پلمب می‌کنی، 24 ساعته تحت نظر می‌گیری. مگس اضافه نمی‌خوام اینجا پر بزنه. روشنه؟ چشم جناب سرگرد. اینجا رو مفهوم می‌کنید. خب، منتظریم ها. بابا عجب دیری کردم از دست شما. من از کجا شماره مالک رو بیارم؟ هر چی شماره داشتم و بلد بودم دادم بهتون. آقا شما یه وساطتی بکن. تو همکاری کن، برای تخفیفم میگیریم. حواست باشه حرف اضافی نزنی ها. و الا سری بگو رد گیری کنه. سری جواب بده. جواب بده. به آقا فرید چه عجب. ببخشید ما چرا خانم شما این؟ چیه؟ تعجب کردی؟ مگه شما دیوونه نشده بودین؟ من خودم همه رو دیوونه میکنم. الان کجایی؟ من تازه رسیدم تهران. ما داریم میریم فرودگاه امام. منتظرتیم. فقط مراقب باش که گیرو نیفتی. حواست باشه. حواسم هست، حواسم هست، راه میفتم. بیتر امین نیسن؟ evet. دقیقا همون جایی هستن که گفتن فرودگاه ما. خب انگار خیالتون راحت شد. آقا من خسته شدم، کارم تمومه. مطمئن باش با این کاری که کردی تخفیف خوبی برای خودت گرفتی. گوهری ببرش بازداشتگاه. بریم. سرگرد سلام، خسته نباشید. یه خبر خوب دارم براتون. جای مالک جباری رو پیدا کردیم. سلام رحمت عزیز، پنجه دیر کردی؟ مطمئنم شما تو پرواز جبران میکنی؟ به این تا دیر نشده. پسر چطوره؟ سلام داره خدمت شما. چه نمیری پرواز یادش بدم؟ دیگه باباش که واجبتره نیست؟ خانوما هماهنگی کردن جمعه نهار. بریم جواهرده. توکل به خدا. قضیه فرودگاه چی شد؟ با فرودگاه حضرت امام هماهنگی لازم صورت گرفت. خیالتون راحت سواشی تا دیر نشده. توکل. که درست بفرست 12 کیلو. یادم نره ها، شب مهمان دارم. قربان دستت. فعلا توریست آمده. خداحافظ. سلام عرض شد. سلام آجاقم. بفرمایید. میخواستم یه اتاق بگیرم. خواهش میکنم، ما اجازه نداریم بزن تنها بدون همراه اتاق بدیم. چرا؟ خب قانون ندگه، شما باید بیاید از اداره امکان اماکن شهر نامه بیارید. من از طرف مهدی ریحانی اومدم. خب این شد یه چیزی. از اول بگو دیگه. کارت شناسایی داری؟ دارم. لطف کنی در بیارید. اینجا را شما امضا کنی. بله. من رو کارت شناسایی مشخصه دادم تو دفتر برمی کنم.
اتاقک رو به خیابانی سر صدا داره، رو به حیاته. چقدر امضاتون شبیه امضای مدنا هست. الو، مرحبا جانم، ناسوسن، بنیم، تشکرله. اوه جانم، یارن گلی یارو، یک، اوچومنان گلمه. اوه، مرزن گلی یارو، گروشوروز جانم، گله گله، تشکرلر، بای. ممنون از حضور شما عزیزان. بالاخره پس از تحقیقات زیاد و ردیابی تیم عملیاتی جناب سروان احمدی، تونستیم سردسته باند شرکت مختران گستر رو در نقطه مرزی شناسایی کنیم. متاسفانه یا خوشبختانه سرگل رحمتی که مسئول پرونده بودن از طرف ستاد فرماندهی ناجا برای ماموریت انتخاب شدند. به همین دلیل خودم شخصا ماموریت رو به عهده میگیرم. سرهنگ مرادی تونستن با هنگ مرزی تمام هماهنگی لازم رو انجام بدن و فکر نکنم مشکلی در این رابطه داشته باشیم. شما جناب سروان بهرامی زحمت میکشین با سروان امیری جهت اعزام به ماموریت آماده میشین. فرمو بچو کارچه نهری؟ بله هسته مطلب بچو. خوب خوب ببخشید متوجه نمیشم. هرچی عرفه، هرچی کرمته. عرفش چقدره؟ ای بابا، عرفش که رقم نهره. خب پس اون پولایی که قبلا دادم چی میشه؟ ها؟ و من پول دای؟ نه خانم، سهمی من جدایه. خوار من، نه سلامتی قرار شما از این هتل من بفری ترکیه. چیه کامک؟ این فقط شیلی پول کرامه. که نسی نکن بابا، دلت باو. دست خوش. به سلامت. عباس! عباس! رحمت. رحمت. مامو رحمت. چه ده؟ چه خبره؟ فکر کردی اینجا مسافرخانه، اینجا هتله، توریست خوابیده استراحت میکنن، برای چه گوشی رو سرت میزه؟ معلومه، این آدم کجاست؟ بگو بیاد بریم تا شب نشده. بیمای فتیره قربان. ای بابا حالا بگو بیاد دیگه، کار دارم. حالا ای شد عباس، در اتاق عقب بزن، خانم احمدی را صدا کن. چرا داد میزنی؟ من خود نمیگه اینجا هتله. بله، ما دارو بسته داشتیم، خراب شده، درستش میکنیم. عباس مگه با تو نیستم؟ سلام پدر جان. سلام از ماست. سلام، کجاست؟ کی کجا رفته؟ مگه شما زنگ نزدی پدر جان؟ سرهنگ بخشی هستم از اداره آقایی. خب، حالا بگو کجا هستم؟ خسته نباشی. والا دیر آمدین رفتن دیگه. مگه قرار نبود مشغولشون کنی تا ما بیاییم؟ من شکارشون بکردم. خیلی زدم سرشان را گرم کنم، ولی دیگه رفتن نشد. البته نگران نباشین، من میدانم کجا رفتن. کاروانسرا را میدانین؟ بنده وکیلم. عروس رفته گلاب بیاره. عروس که اینجا نشسته بی خیال بابا. بچو زشته بابا جواب دارم. حاج آقا بفرمایید، ببخشید. در کار خانم مهشید یوسفی، برای آخرین بار میپرسم آیا بنده وکیلم شما را با مهریه معلوم به عقد دائم آقای
کوروش کامیابی در بیاورم؟ با اجازه بزرگترا بله. مبارک باشه. مبارک باشه. چکرت هم باز بکنم. مبارک باشه. با اجازه. مبارک باشه. خفت باشه. من جا تو قلبم به هیچ کس نمیدم.